When you talk about political cinema, I have in my head. در نظر من سینمای سیاسی سینماییه که دنبال یه تغییر سیاسی مشخص یا بیان و تبلیغ یه پیام مشخص سیاسیه. فیلمای من اصلا اینطور نیست. من خب به هیچ وجه کارگردان جناح راست نیستم، ولی به جناح چپ هم تعلق ندارم. فکر نمی کنم هیچ کدوم از گروه های سیاسی از فیلم من خوششون بیاد و مثلا دلشون بخواد این فیلم رو در گرد همایی‌هاشون نشون بدن، که این خوبه. فیلم درباره کارگردانیه که ناگهان پاش به دو نبرد از پیش باخته باز میشه. یکی نبرد علیه مرگ آزادی در کشورش و دیگری دست و پنجه نرم کردن با مرگ قریب الوقوع مادرش. خب طبعا همه وقایع فیلم واقعی نیست، ولی همونطور که شخصیت اصلی فیلم هم میگه، داستان بر اساس اتفاقات واقعیه. בסוף ההקרנה אנחנו יהיה פה לשמוע שאלות ולנסות לתת תשובות, למרות שכידוע אין תשובות. יקי אז اتفاقاتی که برای من افتاد و الهام بخش داستان فیلم بود این بود که یه بار که یکی از فیلم‌های قبلیم رو در روستای کوچکی در اسرائیل اکران کرده بودم، از وزارت فرهنگ باهام تماس گرفتن و دعوتم کردن که برم و باهاشون حرف بزنم. کسی که دعوتم کرده بود یک خانم جوان، سرزنده، خوش برخورد، باهوش و با فرهنگ بود. اما آخر صحبتمون گفت که برای گرفتن مجوز جلسه پرسش و پاسخ بعد از فیلم باید فرمی رو امضا کنم که موضوعات صحبتم رو معین میکنه و به طور خلاصه تضمین میکنه که خارج از موضوعات گفته شده در مورد دیگه‌ای صحبت نخواهم کرد. بهش گفتم به شما اصلا نمیاد که بخواین اینجور سیاست‌ها رو پیش ببرید. کلی عذرخواهی کرد و گفت که خودش هم از این موضوع شرمنده و ناراحته، ولی باز تاکید کرد که باید فرمو پر کنم و امضا کنم. אגב, אני מצטערת, ביררתי וניסיתי, אבל הם לא מוכנים להוסיף לך הוצאות. בעיניי זה בכלל לא היה אמור להיות שאלה, בטח לבמאי כמוך. אבל חוץ מזה יש טופס שאתה בעצם מגדיר בו על מה תדבר בהרצאה וחותם. בעצם התחייבות לעסוק בנושא, כלומר, לא פתאום משהו אחר. לא הבנתי. איך אני אגיד את זה? יש רשימת נושאים שמתוכה אמורים לבחור, רשימה מגוונת, ואתה צריך למלא את הנושאים שבהם תדון, ואם לא מופיעים ברשימה, אז לציין על מה כן. האמת שזו טעות שלא החתימו אותך לפני זה. ככה אנחנו מאשרים את קיום ההקרנה. בלי זה אי אפשר לשלם לך. من این ماجرا رو برای یکی از آشناهام که خبرنگاره تعریف کردم. گفتم به وضوح دارن بهمون میگن چی بگو چی نگو. گفت یه بار دیگه با اون خانم تماس بگیر و موضوع رو پیش بکش و این بار صداش رو ضبط کن. من البته این کار رو نکردم چون نمیخواستم با زندگی اون خانم جوان بازی کنم، ولی شخصیت فیلم مثل من رفتار نمیکنه و کار دیگه ای میکنه و اتفاقات دیگه ای براش میفته. ماجرای دیگه ای که از زندگی خودم به فیلم وارد شد مرگ مادرم بود. مادرم همکارم بود، تدوینگر فیلم قبلیم بود. وقتی برای انتخاب لوکیشن این فیلم به صحرا رفته بودم، برای مادرم عکس و ویدیو میفرستادم. بعضی از این مکالمات رو همون جوری که بود توی فیلم هم آوردم. ایما زوهر اولیف نشکیا קודם עברנו מול שדה ענק של פלפלים מרכיבים. רציתי לצלם לך. תחשבי על זה, שדה של פלפלים מרכיבים באמצע המדבר. מטאפורה למדינה הזאת. פילם נאמר רו צ'נד הפתה בעד אז מרג מודרם שורו קרדם ו דו הפתה אי תאומש קרדם. מעמולן יק סל טול מקשית תא יה פילם נאמר רו תאום קונם. אמא פק מקונם אין מרג תאסיר עמיקי רון גזאש. דר אין הל קי יק מוסיבת שחסי בוד برای من اشاره‌ای هم به یأس مطلق از شرایط کشورم داشت. شرایطی که فرسنگ‌ها از اونچه که برای کشورم آرزو می‌کنم دوره. آدم وقتی در اسرائیل زندگی می‌کنه انگار درها به روش بسته است و راه حلی نداره. یا بخشی از جریان غالب میشه یا اگه در مقابل جریان بیسته به یک هیولای غریبه تبدیل میشه. Strange monster. אני לא יודע איך, אבל בטח אפשר לצאת מזה לאיזה סיפור. תחשבי על זה, אימא. ההקרנה פחות או יותר באמצע, בסצנת הריקודים. שיהיה ערב טוב. תקחי חצי כדור בנדרומין. אתה אוצר שלי.
شخصیت اصلی داستان رو طوری میبینیم که انگار همواره در معرض سقوطه. به بازیگرم هم گفتم شخصیتی که بازی میکنه هر لحظه ممکنه سقوط کنه. گفتم باید طعم شن رو توی دهنت حس کنی. حقیقت این فیلم اتفاقیه که در درون شخصیت میفته، نه وقایع بیرونی. اینه که او چطور با این اتفاقات بیرونی برخورد میکنه و دربارشون چی فکر میکنه. برای همین به ابزار و بیان خاص سینمایی از جمله نوع کادربندی ها و حرکت دوربین متوسل شدم تا به درون این شخصیت نفوذ کنم. Special tools in order to dig inside him. אמא שלי שכותבת איתי את הסרטים הסרטים שלי תמיד אומרת בסוף הגיאוגרפיה מנצחת. היא אומרת את זה מהמקור על ישראל. לא בהכרח לטובה.